امروز اومدیم از میدون کاج بریم به سمت میدون فرهنگ. ببینید که پر سکو صرافی و اینجور چیز هست دور میدون کاج. فیلم خود بلوار سعادت‌آباد رو به صورت مجزا براتون قرار دادم، دیدی تاریخچه‌اش رو تقریبا توضیح دادم. حالا با دوست دوستانی که نمیدونن تاریخچه سعادت‌آباد چجوریه یه کوچولو مختصر توضیح میدم. آقای میرزا قاجار سال 1280 میاد این ریگزار رو میخره، سدونگش رو به اسم خودش میکنه، سدونگش هم به اسم همسرش بتول، و اینجا شروع میکنه به پرورش خرگوشت و فروختن گوشت خرگوش و پوست خرگوش داخل چارا استانبول. وقتی که به تعداد رونق که میرسه از اقوامش خواهش میکنه که بیان تو همین قسمت مشغول به کارشن. این موقع به خاطر اینکه اکثریتشون سید بودن اینجا رو ده سعادت آباد گذاشت، یعنی ده سیدایی که اینجا رو آباد کرد. ولی به صورت گذر زمان اینجا تبدیل شد برای اینکه راحت تر تلفظ بشه به سعادت آباد. حالا بعد از دهه 70 خورشیدی هم ساخت و ساز زیاد شد، اینجا رونق گرفت و همینطور که میبینید در حال حاضر به این شکل جز مناطق خیلی خوب تهران محسوب میشه. این بلوار جز بلواراییه که این بلوار سر جز بلواراییه که دور دور توش تو شبا زیاده به خاطر وجود رستوران ها و جای دیدنی که کنار بلوار وجود داره، از اهمیت خاصی برخورداره. قیمت خونه‌هاش هم که بالای متری 100 میلیونه، حالا بستگی به جاش و نوعش و معمارش و اینا داره. یه روز کاملا بارونیه و هوا خیلی خوبه. امروز روز یک شنبه هستش، آخرای دیما، ساعت هم تقریبا یک بعد از ظهر. اگر میبینید پیاده رو خلوته به خاطر اینکه واقعا بارندگی شدیده و همراه باد. اینجا یه قسمت نمیشه دهکده پروتئین. این سمت یا کلن شمال تهران پر از این هایپرهای پروتئینیه که خیلی اختصاصی و مخصوص به قول معروف مواد پروتئینی رو میفروشن و خیلی هم شیکه و قیمتش هم خیلی بالاست نسبت به قصابی هایی که سطح شهر وجود داره. خب ولی خب کالایی هم که شما تهیه میکنید کاملا ترتمیزتر و به جوری میشه که کیفیتش بیشتر. از تمام دوستانی که توی این مدت بنده رو همراهی میکنن، نظر میدن، انتقاد میکنن و واقعا انتقاداتون سازنده است. روز به روز باعث میشه که من کارهای بهتری ارائه بدم. قدردان و سپاسگزارم.
یه چیز دیگه هم در مورد حالا شهرسازی این قسمت بهتون بگم. واقعا پیاده راه خیلی خوبی داره. سعی کردن درختای قدیمیشو حفظ کنن و پیاده راهی تعیین کنن که حالا برای افراد نابینایان عزیزم مناسب باشه. یه چیز دیگه که من واقعا اینجا دوست دارم بهتون بگم، ترافیک سنگینی که اینجا همیشه است به خاطر بافت اداری که داره. اینجا اصولا تایمای صبح یا ظهر یا بعد از ظهر که اداره ها تقریبا تعطیل میشن یه بار ترافیک سنگینی داره، همونطور که خودتون میتونید مشاهده کنید. هوا هم که کمی بارونی میشه این ترافیک تشدیدتر هم میشه. این ابرا رو دور این داربستا پیچیدن که اگه یه موقع سر یکی بلند بود به اینا اصابت نکنه و زخمی نشه. ولی چیز جالب، میخوام قیمت‌های میوه رو این سمت تهران بهتون بگم. خب پرتقال کیلو 13 تومن، سیب 13 تومن، نارنگی 17 تومن، گوجه فرنگی 10,000 تومن. دیگه کاملا بارون تبدیل به برف شد، داره به صورت برف میباره، هوا یه ذره سرده. کم داریم به میدون فرهنگ نزدیک میشیم. واقعا بارون و برف نعمت خدا هستن و حس حال خیلی خوبی میده به آدم وقتی که میباره. حالا من احساس میکنم اینا دونه‌های تگرگ خیلی ریزه حالا میخوره. صدای رعد و برق هم میاد. این سکوه سنگی که میبینید اینجا گذاشتن به خاطر اینکه بعد دوستان با ماشین میان داخل پیاده رو پارک میکنن، یعنی چون اینجا رمپ داره من گذاشتن که تو حریم پیاده رو وارد نشه. شدت شدید شده بارش برق. نه
هم که ماشین های کاملا لاکچری از انواع برند های به روز دنیا. شدت صدای رعد و برق شدید خورد، ما نورش هم قشنگ دیدم، همه ی دزدگیرا صداش در اومد. مشاهده میکنید که دونه‌های درشت تگرگ که میخوره زمین. تا حدودی مسیر رو بر میگردیم، جایی که از دستمون رفترم ببینیم و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یه مسیر خیلی زیبای پیاده روی اینجا تعبیه کردن، میبینید چقدر زیباست. برف تگرگ به صورت خیلی شدید داره دیگه میباره. پر از کافه‌های دنج با ویوهای خیلی عالی. شدت تگرگ خودتون میتونید ببینید دیگه.
خیلی با شدت میباره. یه زمین از تگک سفید پوش شد. دیگه کم کم بند اومد، به شدت تگک میباری. کم کم دوباره نزدیک میدون کات شدیم. به من که خیلی لذت دادین بارش بارون باید تبدیل شدنش به تگرگ باید لذت خاصی داشت. امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.